قنچه چرا نمیگی؟ چرا حرفایی که به من گفتی و به همه نمیگی؟ من هیچی نمیدونم. چی؟ ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. این دیگه چه بازیه؟ ازت انتظار نداشتم. فریها خب دوستان برین به کاراتون برسیم، تموم شد. بازم میگه فریها، فریها، همه چی تموم شد، نمایش تموم شد. را بیاف کرش، برید خلوت کنید، همه چی تموم شد. تو هم همینطور. سب کن فریها، با تو هم. ببینم تو به اونا چی گفتی امیر؟ این ماجرای آمفی‌تئاترم یه بازی بود مگه نه؟ تو هم قهرمان این داستان بودی، منم شدم از با بازی تو سوژه غیبت دوستات. الان خوشحالی؟ مشهور شدی و اسمت افتاد سر زبونه. اصلا میفهمی چی داری میگی؟ متوجه هستی؟ همه دارن راجع به این که چطور با هم رابطه داشتیم حرف میزنن. حالا فهمیدی؟ فریها، سوار ماشین شو بریم. ولم کن، تا امیر نیاد هیچ جا نمیرم، فهمیدی؟ باید بیاد و بگه چرا اون دختره خیابونی یا انداخته به جون من. بهتره این کارو نکنی. نمیخواد بهم بگی چی کار کنم. همه ی این آتیشو از گور اون قنچه جونت بلند میشه. ببین داره میاد که ازت عذر خواهی کنه. چی شده هانده؟ بهتره بگی، خدا بد نده هانده. چی شده؟ ای بابا، خب بالاخره یکیتون بگه چی شده. هنوزم نمیدونی چی شده؟ خیلی خوب الان بهت میگم. نگاه کن، میبینی؟ حالا فهمیدی؟ چرا دعوا کردین هانده؟ امیر من دعوا نکردم، اون گربه خیابونی پرید رو من. چرا باها دعوا کرد؟ حتما تو کاری کردی که اون باها دعوا کرده. امیر بی خودی داد نزن، فریها میتونه از حقش دفاع کنه. نمیبینی با هانده چیکار کرده؟ دیدم ولی نه همشو. انگار اصل ماجرا رو از دست دادم. امیر با ما میایی یا میخوای پیش فریها بمونی؟ میخوای برو یه سر بهش بزن، شاید ناخونه شکسته باشه. ببوسش تا خوب بشه. هانده خواهش میکنم سوار شو. واقعا عشقشه؟ بی خیال بابا، داریم از امیر صرف اغلو حرف میزنیم، به جای هتل آمفی‌تئاتر رو انتخاب کرده. یعنی این ماجرا حقیقت داره؟ دختر اگه حقیقت نداشت این اتفاقا میافتاد؟ ندیدی دختر چطوری دعوا میکرد؟ ولی عجب دعوای شده بودا. ممنون خانوما. خواهش میکنم سنم خانم. خدا نگهدار. خدافظ. مبارکت خدا باشه. به سلامت. خدافظ. خدافظ. زهرا. بله خانم. بیا اینو ببین، واسه جانسو خریدم، میخوام ببرمش کلوپی که خیلی دوست داره. چطور این قشنگه؟ نه قشنگه ولی
جانسو که اینو نمی پوشه. چرا؟ بنفشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه جانسو بنفش نمی پوشه. ببینم تو اینو از کجا میدونی؟ تا جایی که من میدونم اینطوریه، به همه گفته بنفش دوست نداره، تو کمدش اصلا لباس بنفش نیست. اما این لباس خیلی قشنگه، تازه جانسو که بچه نیست، بزرگ شده، اون باید چیزی رو بپوشه که بهش میاد. به هر حال اینو بردار و بذار تو کمد، میخوام سورپرایزش کنم. اما به نظرم تو سورپرایز میشی نه اون. هرچی فکر میکنم میبینم جانسو اینو نمیپوشه. پشت بهت خنجر زدم، میدونم کار خوبی نکردم، اما چیزایی هست که نمیتونم بهت بگم. دیگه فراموش میکنی. خب اگه تو اینطوری میگی حتما همین جوریه. تو متخصصی، من به اینجور چیزا عادت ندارم. ببین دروازه شهر رو میشناس اما دهن مردم رو نمیشناس. کار اون بود، حال در رو قفل کرد و این شایعات رو انداخت دهن مردم. فریاد، نمیدونم هانه چی کار کرده ولی دیدم تو چی کار کردی. تو کلن عوض شدی، اون بار اصلا نمیشناسند. ببینم چطور امکان داره دختری مثل تو موقعی عصبانیت نتونه خودشو کنترل کنه، برفتارش اینقدر زننده باشه. زننده؟ ببینم مشکل تو رفتار منه. مگه نمیدونی تموم دانشگاه در مورد ما حرف میزنن؟ میدونی چیه؟ تو همه چی رو میدونی اما برات مهم نیست. اونی که باید از خجالت آب بشه منم. تو فقط معروف میشی. صبر کن، معروف میشم؟ شهرتم بیشتر میشه؟ آره آره. یه لحظه، بین من و فریحا هیچ چیزی نیست. بچه ها گوش کنی چی میگم، من و فریها رابطه‌ای با هم نداریم. تو آمفی‌تئاترم بین من و فریها هیچ اتفاقی نیفتاد، حتی بهش دستم نزدم. شنیدین؟ همه شنیدن؟ خوب شد فریها، دیگه لازم نیست خجالت بکشی. چیه؟ چی میخوای باشه؟ پولی؟
پسرم وقتی داری میریده این لازمت میشه. نمیخوام جلوی فامیلای بابا جیبات خالی باشه. نمیخوام جلوی اونا سرفگنده و خجالت زده باشی. اگه همه غریبه ها بفهمن که کار بدی کردی و خجالت زده ای، خانواده بابات نباید بفهمن. نباید حرف بندازی تو دهن اونا. پول میخوان؟ پولاتو بردار و بریز جلوشون. پولامو؟ مامان این پولا مال توه، پول علنگواته. هانده خانم نمیخواد کسی رو ببینه، ولی بهشون میگم شما اومدید. باش. خدا. هانده خانم، آقا امیر اومدن. کجا؟ تو پذیرایی. اون حوله رو بده به هم. خبر اومدی؟ میخواستم همون کنم. فقط میخواستم یکم حرف بزنیم. خیلی مشتاقم بدونم چی میخوای بگی. اگه تا اینجا اومدی معلومه که اومدی از فریها جونت دفاع کنی. هانده، من نیومدم که از فریها دفاع کنم. فقط میخوام بدونم اصل ماجرا چیه. ما یه چنگ انداختن نمیمیرم، نگران نباش. خیلی خوب، هر وقت خواستی حرف بزنی زنگ بزن. امیر بشو. نمیبینی با من چی کار کرده؟ یا دلت نمیخواد ببینی؟ اون دختر دروغه. اون رفتاره یه لوس و نلورش. مال شخصیتیه که دلش میخواد داشته باشه اما نداره. شخصیت واقعیش اینه. وای، کورای دوستشو تنها نمیذاره. تو هم اومدی حالشو بپرسی؟ آره. من دیگه باید برم، میسپارمش به تو. میرم لباس بپوشم. اینطوری خوب بود که دوباره شروع نکن کلایی.
باشی بابا. سلامت باشی دخترم. بابا واقعا دارید میرید؟ آره میری، دیگه چاره ای نداری. اما مامانم خیلی ناراحته. به نظرتون اگه اون زمینو بفروشین پولش کافیه؟ میشه با پولش خسارت ماشینو داد؟ ارزش این همه اشکو داره بابا؟ نمیدونم دخترم، ولی راستشو بخوای تا دنیا بوده همیشه همینطوری بوده دخترم. وقتی خربوزه میخوری باید پای لرزشم بشینی. میرم پیش مامان. محکم‌تر بزن، محکم‌تر، محکم‌تر. آره تو؟ چون پلنگ خشمگین باشم و از کنار آهو به آرومی بگذرین شعار این ورزشه. آره امروز خیلی ناراحت بودم اما دیگه مهم نیست. همینه، یادت نره تو از یه خانواده اصیلی. حالش رو میگیرم. منم همینو میگم، اگه به جای چونت مشتت کار میکرد الان دشمنت زمین خورده بود و نایه بلند شدن نداشت. تو مسخرم کن، اما بالاخره تلافی میکنم، اینو بهت قول میدم. هانده چرا نمیخوای تمومش کنی؟ خودت هم میدونی بیگناه نیستی، در رو روشون قفل کردی، پشت سر فریها حرف در آوردی. آره کاری که اون کرد قابل قبول نیست، ولی تو شروع کردی. بی خیالش و فراموشش کن. بریم اسب سواری؟ نه سب کن اول بگم که اسبا رو برای فردا آماده کنن. ببینم اصلا به حرفم توجه میکنی؟ دارم با تو حرف میزنم نه با دیوار. من رفتم. فردا ساعت 11. ببین مادر و دخترم اومدن، دخترش دانشگاه قبول شده، چقدر خودشو گرفته. میدونی پسرش چی کار کرده؟ ماشین یکی رو دزدیده و تصادف کرده. محمد بیا، بیا پسرم، سرتو بالا بگیر پسرم، سرتو جلوی اینا خم نکن. تو هم مخمی تو واقع دخترم، فکر میکنم به خاطر محمده. به زور اومدیم، حالا بخندیم. ساکت شو. خوش اومدی. ممنون. زهرا جون بله. ما یه چیزایی شنیدیم، نمیدونیم راستی یا نه. مگه چی شنیدیم؟ خب راستش چطوری بگم؟ در مورد محمده. آره میدونی گلفیدان محمد کار قبلیشو ول کرده چون حقوقش کم بود، اما قراره یه جای دیگه با حقوق بالاتر کار کنه. سلام استاد علی، چطوری؟ ویسال علیکم و سلام آقا رضا. هی هی دیدی رضا، تو این سن و سال جواب سلامتم نمیده. علی حتی جواب سلام آقا رضا رو نداد. زهرا رو ببین، این همه بلا سرش اومده اما اصلا به روی خودش نمیاره. ایشالله عروسیش. آیشه چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ ممنون منم خوبم. تنها اومدی؟ آره تنها اومدم. پسرت هنوز از زندان آزاد نشده؟ بیچاره. زهرا
من میرم دم دار. برو بچه ها رو صدا بزن که بریم. باش. عمر بودو بیا، داریم میریم، به جون بابات منتظره. زود باشین پاشین بریم که باباتون منتظره. بودو عزیزم بیاین دیگه، داریم میریم. گلفیدن جان خوش باشی عزیزم. خب به سلامت. بیا اینجا پسرم بیا. باشه مامان. خدافز پسرم. این باز کنک رو بگیرم. خدافز. بگیر. آفرین پسر گلم، مادر و خواهرتو میسپارم به تو. تا ما از سفر برگردیم مرد خونه تویی پسرم. نگران نباش بابا، من مواظب مامان و فریها هستم. آفرین بابا. صبر کن، مواظب خودت باش. مواظب خودت باش. جانم میتونم شب پیشت بخوابم؟ آره البته که میتونی بخوابی. حالا بیا تو بجنب. فریها میخوام یه خبر خوب بهت بدم. احتمالاً تا چند روز دیگه صاحب یه لباس مجلسی قشنگ میشی، ولی نمیدونم کجا باید بپوشیش. راستش این سنم خانوم میخواست جانسو رو ببره یه جایی. خب واسه همین زنگ زده بود یه فروشگاه تا نمونه لباساشو بیاره خونه. همش رو به هم ریخت. ببینم اگه گفتی چی رو انتخاب کرد. میدونی یه لباس مجلسی بنفش. من بهش گفتم که جانسو لباسای رنگ بنفشو نمیپوشه، اما اون زنه حرف منو قبول نکرد، حتی اخمم کرد. البته واقعا به دختره اهمیت نمیده، وگرنه میدونست اون دختر لباسای رنگ بنفشو نمیپوشه. داره از پول مرده سوء استفاده میکنه، این کارا رو میکنه تا مردم براش حرف در نیارن. مامان چند روز پیش آلبوم قدیمیشو باز کرده بود، داشت عکساشو نگاه میکرد، همینطوری نشسته بود. منم به شوخی بهش گفتم سنم خانوم ماشالله اصلا تغییر نکردین. اونم به من گفت ما نمیتونیم جلوی زمانو بگیریم. معلومه که نمیشه جلوی زمانو گرفت. اگه تو هم از لوازم آرایش استفاده نکنی چطوری میخوای جلوی گذر زمانو بگیری؟ مامان کافیه. فامیلای بابات میگن تو استانبول نتونستین بمونین، حتما میگن به ما محتاج شدی. اون زنموی افریتت زنگ میزنه میگه ای وای استانبول با شما چی کار کرده. من میدونم حتما غیبتمو میکنن. میگن با خوشحالی رفتن استانبول اما الان بدبخت شدن. مامان اینقدر قصه نخور، همه چی درست میشه. Yeah.
جوی نشین و گذر عمر ببین. انگار همین چند روز پیش بود که همه این وسایل رو جمع کردم و همه با هم اومدیم استانبول. اما ما تو این شهر دنبال چی بودیم؟ من چی میخواستم؟ بچه هم درس بخونن و برای خودشون کسی بشن و ما محتاج کسی نباشیم. مگه اینا خواسته های زیادیه؟ مامان. بله. با باز کردن این صندوقچه یاد گذشته افتادم. برو بخواب دخترم، الان دیر وقته. فردا میخوای بری دانشگاه. آفرین دخترم. قربونت برم عزیزم. شب خیر. شبت بخیر عزیزم. عمر، خوابیدی عزیزم؟ تختم گرم کردی. بیا بغل مامان پسر عزیزم. دخترم تو هم اومدی؟ بیا عزیزم بیا دختر دانشجوی من، بیا پسرم. خدایا شکرت. مامان. ها فریها، بیدار شدی دختر گلم؟ ببین براتون نیمرو درست کردم. داداشتم بیدار کن، صبونه بخورین، قهوه‌ام آماده کردم. من یه سر میرم خونه رومیسا خانومو مرتب میکنم و زود برمیگردم. آی خدایا مردم. مامان بازم کمرت درد میکنه. وقتی تو این سبد نونا و روزنامه ها رو میذارم خیلی سنگین میشه. کمرم درد گرفت. آخ. خب چند دقیقه پاهاتو دراز کن و چایی بخور. نمیتونم بشینم، نمیتونم، باید برم آپارتمانا رو تمیز کنم. این بالایی که مثل رومیسا خانم نیستن که بفهمن کمر درد چیه دخترم. تا بابام اینا میان تو رو خدا بذار من این کارو بکنم. وای قربونت برم دختر عزیزم، نه لازم نیست تو این کارو بکنی. فریها یه وقت با خودت نگی چون بابام خونه نیست دیر برم خونه، سر وقت بیای. باشه عزیزم. باشه قول میدم. برو صبونه تا بخور عزیزم، برو. خدافظ مامان. خدافظ عزیزم. داداش مامان اومده، داداش مامان اومده. مامان عزیز دلم بیا بغلم. خیلی دلم برا تنگ شده بود، بیا ببینمت. پیشونی تو ببینم. با کوکانا رو پیدا کردین؟ پیدا کردیم. بابات بیاد شب چمدونا رو باز میکنیم. بابام کجاست؟ یه جلسه مهم واسش پیش اومد ولی شب میاد خونه. امروز بازی داشتم یادتون رفته؟ نه یادمون نرفته اما چون یه جلسه مهم داشت مجبور شد بره و منم دارم از خستگی میمیرم. یخم نکن دیگه پسرم، این که آخرین بازیتون نیست. اگه نتونیم ببریم آخریشه. اما نمیبازیم. وقتی تو تیمتون یه گلزنی مثل تو هست باید ببریم پسرم. ببین عمو احمد تو رو میبره زمین مسابقه که دیرت نشه. قلبم پیش توه. داداش نگو که تو هم نمیای. تنهایی برو قهرمان. قلبم پیش توه. از کی تا حالا تو پذیرایی میخوابی؟ منتظر شما بودم که یه دفعه خوابم برد. میدونستی دقیقا مثل باباتی؟ یه نگاه به سر و وضعت بنداز، همه جا بوی الکل میده. میخواستی از رفتم همینطوری استقبال کنی؟ ها؟ امیر برو بالا و سری دوش بگیر، خواهش میکنم برو.
یادت نره شب وقتی رفعت کادوتو میده منتظره که ازش عذرخواهی کنی به خاطر اون گستاخیای پشت تلفنت. واقعا جان که دیگه پسر خودشه، چون اونو تو بیمارستان تنها گذاشته تشکر کنه. جان تو بیمارستان همش منتظرت بود، منتظر تماست بود، میگفت رفتی دست با بازی بخرید، میگفت به خاطر همین نیومدن. خوب به یه بچه 10 ساله یاد دادید خودشو گول بزنه. با اینکه جان فقط 10 سالشه شعور و درکش از تو بیشتره و اینو خیلی خوب میدونه که ما چقدر دوستش داریم. رفعت زنگ زده. خوبه امیر، امیر با تو هم. الو عزیزم، کارای من الان دارم میرم دانشگاه، ساعت 4 تو زمین کنار مدرسه یه جان باش. فهمیدم، باش اونجا میبینمت. عمر زود باش، دیرم شد، تو رو خدا زود باش. من نمیام، با مصطفی میرم. چه تا عزیزم؟ چیزی نیست. ببین بابا اینا رفتن اما زود بر میگردن. باشه عزیزم، منو ببین، زود برو مدرسه که دیرت نشه. باشه، میبینم ایت. انگار هیچ کس نمیخواد به من چیزی بگه. عمر، به من نگاه کن ببینم چی شده. ناراحتت کرده؟ همه، مامان، بابا، داداشم، خواهرم، همشون قایی من که گریه میکنن. فکر میکنن من گریهاشون رو نمیبینم. تو هم چون اونو گریه میکنن گریه میکنن. داداشم رفتن روستا. خب برن، خیلی زود بعد میگردن. مامانم اینا چون اونا رفتن گریه میکنن. قبل از رفتنم دادو بیداد میکردن، همه داد میزنن. بی خیال عمر، دنیای بزرگا اینطوریه، پر سر صدا و شلوغی. از دست تو که عصبانی نیستن. مگه میشه از دست تو عصبانی شد؟ لارا، میدونستی مامانم بهت میگه چقله؟ ببینم حالا این خوبه یا بده. به نظر من که خوبه. بفرمایین. ممنون نوشه جان. رومیسا خانم، من امروز باید کمی زودتر برم خونه. میدونم شما اینجا تنهایین ولی رضا اینا رفتن ده و بچه هم نیستن، کسی نیست به آپارتمان برسه. این چه حرفیه دخترم، همه جا رو تمیز کردی، غذا هم پختی، تو برو به کارت برس، من به تنهایی عادت کردم. هرچند مگه میشه به تنهایی عادت کرد؟ همش کنفرانس، همش خارج از کشور.
تو این زمانه تنهایی سخته، اونم تو سن و سال من. آره همینطوره، شما درست میگین. خب من اینجا رو جمع و جور میکنم و بعد میرم. های میدونی کورای، سوارکاری به هم حس قدرتمند بودن میده. تو همیشه همینطوری بودی، چه زمانی که سوار اسب باشی و چه زمانی که رو زمین. جدی میگی؟ خب قلم روی قدرتم کجاست؟ املاکتون و خدمتکاراتون ملکه. ملتتون منتظرم تا شما در یه مسابقه ورزشی شرکت کنید. یعنی میخوای مسابقه بدیم؟ میریم تماشای مسابقه برادر امیر. ببین همین یعنی جان مسابقه داره؟ چرا بهم نگفتی؟ ساعت چنده؟ باید همین الان بریم خونه. یالا و شاهزاده خانم سوار بر اسب زیبایش از من دور شد. درست بازی کن دیگه. دارم درست بازی میکنم دیگه. فقط داری الکی دستگیره رو میچرخونی. یه لحظه صبر کن. ای بابا. بفرمایید. خوبم شما؟ باشه باشه. با هم بازی کنی؟ آره. چرا که نه؟ نه راستش از دختری مثل تو هیچی بد نیست. فریها. امیر اول تو بگو. نه اول تو بگو. میدونم دیروز خیلی تند رفتم، اون رفتار در شأن من نبود، اما مطمئن باش حق با من بود، چون عصبانی بودم یه حرفایی به تو هم زدم که حالا پشیمونم.